درود به شما همیهنان عزیز و یاران همیشگی. بازم برگشتیم با یه برنامه دیگه در خدمتون هستیم و امروز میخوام همین اول برنامه از تمام فرصت‌های از دست رفته ایران تو بازار جهانی هلیوم براتون بگم. داده‌های بازار ایران گزارش داده که تو سال 2017 میلادی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر که دومین تولید کننده بزرگ هلیوم در جهان قطع رابطه کردن، ایران به طور بالقوه فرصت پیدا کرد تا وارد بازار جهانی هلیوم بشه. حالا تو اون سال و ماها قبل از تشدید مجدد تحریم‌ها، قطر مسیرهای زمینی صادرات هلیوم خودش رو به فجیره امارات مسدود کرد. با این وجود باز ایران نتونست از این فرصت بهره برداری کنه. برآورد میشه که ایران سومین ذخایر هلیوم بزرگ جهان رو در اختیار داشته باشه. با این حال ایران هلیوم مورد نیاز خودش رو وارد میکنه. هلیوم یه گاز خنسا هست، رنگ و بوی نداره، نمیسوزونه و با عناصر دیگه هم ترکیب نمیشه و به همین خاطر برای بسیاری از کاربردهای صنعتی خیلی مناسبه. حالا به جز پر کردن بادکنک‌های مهمونی، هلیوم در تحقیقات علمی، تجهیزات ویژه جوشکاری، تشخیص نشتی، فناوری‌های پزشکی، کارخانه‌های تولید تکنولوژی و حتی عملیات فضایی و دفاعی هم استفاده میشه. گرچه این گاز در جو زمین وجود داره، جداسازی اون از هوا مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگه از اونجایی که هلیوم یه گاز خنثی هست و نمیسوزونه، حذف اون از گاز طبیعی ارزش حرارتی گاز رو افزایش میده. بزرگترین منابع هلیوم در ایالات متحده، قطر، ایران و روسیه قرار دارن. دهه ها هست که ایالات متحده به عنوان اصلی ترین تولید کننده هلیوم در جهان شناخته شده. تو سالهای اخیرم قطر تولید هلیوم خودش رو بالا برده، به طوری که سالانه 60 میلیون متر مکعب هلیوم تولید میکنه. حالا تو شرایطی که تخمین زده میشه تقاضای جهانی هلیوم تا سال 2030 میلادی حداقل 40% افزایش پیدا میکنه، قطر قصد داره سهم بزرگتری از بازار هلیوم کسب کنه. از طرف دیگه ایران هیچ تلاش واقعی برای ورود به تجارت هلیوم نشون نمیده. کلا ایران هیچ تلاش جدی برای ادامه زندگی مردم و ادامه پیشرفت اقتصادی و هیچی نشون نمیده و همچنان داریم در فلاکت و بدبختی دست و پا میزنیم. اما به نظر میرسه که ایران در این حوزه منفعل هست و از انجام هر اقدامی صرف نظر میکنه. آره، و در نهایت این که فقط اینجا یه سوال میمونه، مگه ایران تو چی پیشرفت کرده؟ تو چی قصد بالاخره یه کاری داره که حالا تو هلیوم داشته باشه؟ اینم مثل بقیه اصلا براش مهم نیست. اومده چاپیده شخم زده، حالا هم نمیخواد بره، نشسته. زوره دیگه، زوره. شما نداری؟ خب نداری دیگه، من چیکار کنم؟ برادر دادخواه جانفشان ایران فؤاد قدیمی همراه با انتشار ویدیوی در اینستاگرامش نوشت: خشکسالی که شد مورچه ماهی رو میخوره، ولی سیل که بیاد ماهی مورچه رو میخوره. پس صبور باش، چون همه چیز به وقتش انجام میشه. ویدیویی براتون دارم از تالاب کانی برازان مهاباد که نخستین سایت پرندنگری کشور هست. این تالاب با وسعت افزون بر 927 هکتار یکی از مهمترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزش‌ترین زیستگاه‌های پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر بومی در شمال غرب کشور. رشد جامعه بشری بیشک به آب وابسته است و خواهد بود، اما در این بین تالاب‌ها به عنوان بخش از منابع آبی در چرخه طبیعت نقش اساسی دارند. اثرات مطلوب اقتصادی تالاب‌ها امروز مشهود و در برخی از کشورهای توسعه یافته به منبع درآمدی در بخش ناخالص ملی و گردشگری تبدیل شده. اما ایران یکی از کشورهایی است که با مساحت 1,486,436 هکتار تالاب در بخش داشتن تالاب، حالا چه تالاب کوچیک و چه تالاب بزرگ، جایگاه مهمی بین کشورهای دنیا داره. تالاب‌های استان‌ها اما بیشتر در بخش جنوبی آذربایجان غربی از جمله مهاباد، بوکان، نقده و میاندوآب واقع شده که یکی از مهمترین اونا کانی برازان هست. مهاباد در مجموع 7 تالاب به نام‌های سد یوسفکند، سد و رودخانه تالاب قرقشلاق، تالاب قرهداغ، تالاب کانی برازان، قوپی بابا علی و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه داره. و
به هر حال از سال 50 از سال 75 به بعد که زهکشان‌های شبکه آبیاری مهاباد به بهره برداری رسید و در اون جریان پیدا کرد، جریان آب در تالاب کانی برازان منظم‌تر و به تالابی کم و بیش دائمی با سطح آب نسبتاً پایدار تبدیل شد. دوستان عزیز، واقعا قدر مملکتمون ایران رو بدونیم و مطمئن باشین این رژیم داره این سرزمین عزیزمون رو نابود میکنه. برای آبادی نیومدن، ولی شما بمون و آبادش کن. دکتر کوروش صفوی، زبانشناس و محقق مطرح ایرانی درگذشت. دکتر کوروش صفوی یکی از پژوهشگران برجسته و فعال در حوزه زبانشناسی، نشانه شناسی و رابطه زبانشناسی و ادبیات در تاریخ 20 مرداد 1402 در سن 67 سالگی درگذشت. به همچنین یک مدرس محبوب و مورد احترام دانشجوان بوده. دکتر صفوی با شخصیتی که داشته بسیار فروتن و رفتاری بسیار دلسوز داشتن که در تاریخ ایران نامشون جاودانه مونده. روحشون شاد و یادشون گرامی. مولوی گرگیج خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام ها شد. حالوش گزارش داده که این مولوی در مراسم نماز جمعه روز 20 مرداد 1402 تو شهرستان گالیکش با انتقاد از افزایش اعدام ها جهت ایجاد رعب و وحشت در سطح کشور و همچنین فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواستار توقف اعدام ها و آزادی زندانیان شده. بریم خیلی کوتاه از این صحبت‌های مولوی گرگیج رو بشنویم و برگردیم. صاحب حق سر و صدا داره، اونه که حقش ضایع شده سر و صدا داره. خدا به اون اجازه داد، الله يحب الجهر لا يبر الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند سر و صدا را دوست ندارد، نه کسی که مظلوم شده باید سر و صدا بکنه، حقش ضایع شده باید سر و صدا بکنه، اون ظلم شده باید سر و صدا بکنه. و همچنین تقاضای ما این است که زندانیانی که چه سیاسی هستند چه عقیدتی همه باید آزاد بشوند. تکبیر! و اعدام‌ها توقف پیدا بکنند. از یک طرف ما میگوییم که انتخابات نزدیکه، انسجام ملت و مردم را میخواهیم، و از طرف دیگر روز به روز رو مواشد بیشتر بشود، اعدام ها بیشتر بشود. مردم به ما رای میده، به این دل خود را خوش نکنیم که هنوز هفته وعده شروع نشده در فلان استان جمع شدن علمای شیعه و سنی و سفیدریشان و فلان و هفته وعده تشکیل دادن در فلان استان جمع شدن. شما اونا را جمع میکنید، خدا میداند اونا را بدنام میکنید. تکبیر! بدنامی خود اونا است. مردم میگن اونا مزدور و کاسلی هستن. تکبیر! با اونا دل خود را خوش نکنید. باید ملت، مردم در کنار ما باشند، از توی دل ما را بخواهند، از توی دل ما را قبول داشته باشند، و ما را بدانند که ما عدالت داریم. خود ما و فرزند ما و اطرافیان ما در مقابل قانون امونطوری هستند که یک دشمن ما در مقابل قانون است. یک انسان عادل اطرافیانش نباید گستاخ بشوند، دست به جنایت و رانخاری و پولشویی بزنند، و نه دشمنانشان حراس داشته باشند که من به دست این افتاد من نابود میکنم. عدالت اسلامی این است که نه دشمن از شما بترسد، نه دوست از شما توقع داشته. تکبیر! دوستان عزیز، از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. حتما ویدیو رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارین. بدرود. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید.